موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه. اون روزی که جناب حمزه اسلام آورد جز سخت‌ترین اوقات پیغمبر بود، چون اسلام علنی شده بود، از اطراف اکناف به پیغمبر حمله می‌کردند، به اصحاب پیغمبر حمله می‌کردند. در یه چنین شرایطی که در نهایت مهنت مسلمان‌ها زندگی می‌کنن، این آدم توی مسجد الحرام کنار کعبه فریاد می‌زنه که من مسلمان شدم، همه بدونید من به دین او ایمان آوردم. محمد که دروغگوه. دروغ؟ تو تا نمیذاری اون حرف بزنی. دروغ کجاست؟ حقیقت کجاست؟ در حالی که اون هنوز حرفشو نزد. محمد یه متقلبه. من به دیر برادر زادم در اومدم و همونی رو میگم که اون میگه. واقعا خدا رحمت کنه مصطفی عقاد رو، باید تشکر کنیم از او که در فیلم الرساله این شخصیت بزرگ رو در قالب یک اثر فاخر، انصافا فاخره، به خصوص بخش مربوط به حمزش که خب بازیگرش هم بازیگر فوق‌العاده معروف و مهمی است. یا رسول الله، وقتی شب‌ها برای شکار به صحرا میرم، ایمان دارم که خدا رو در خانه نگه نمی‌دارم. حقیقتا یه جلوه‌ای داره، تونسته تا حدود زندگی این بزرگوار رو به تصویر بکشه، تا حدودی البته، و این کار بایستی انجام بگیر. البته این کار در مورد دیگر صحابه پیغمبر هم باید انجام بگیر، در مورد عمار همین کار باید بشه، در مورد جناب سلمان باید بشه، در مورد جناب مقداد. آنگاه که آفتاب در هم پیچیده شود، خانه پیغمبر رو در اینجا خواهیم ساخت. کار اصلی رو بایستی هنر انجام بده و حتما بایستی هنرهای نمایشی، هنرهای زبانی و تجسمی به کار بره برای این قضیه، تا مقصود از تکریم و بزرگداشت شخصیتی مثل جناب حمزه حاصل بشه. اون کاری که شما میخواید انجام بدید و میخواید فرهنگ سازی بکنید و الگو سازی بکنید، اون جز با کار هنری به طور کامل انجام نمیگیره، ناقص خواهد. عبیده، من علی. خود پیغمبر اکرم به نظر میرسه که از همون لحظه اول که ایشون شهید شد خواستن از او الگو درست کنه. اینی که پیغمبر به لقب سید شهدا دادن، بعد وارد مدینه شدن، دیدن زنهای انصار گریه میکردن، ناله میکردن، زاری میکردن، پیغمبر یقدی گوش کرد، بعد فرمود که حمزه گریه کننده نداره. این معناش چیه؟ این میخواد حمزه رو برجسته کنه. پیغمبر سید شهداست و کسیست که همه باید در او گریه کنن. این الگو سازیست، برای اون روز هم فقط نیست، برای همیشه تاریخ است و برای همه مسلمینه. بازشون کنید و بهشون آب بدید، غذاتونو با اونها تقسیم کنید با لقمه های برابر. اگر راه رفتن باشون راه برید. هر اسیری که بتونه به 10 مسلمان خواندن یاد بده آزاد میشه. اگر خواص جامعه همت کنند برای تولید یه چنین شخصیت هایی، هر یکی از اینها خواهد توانست جامعه رو در مواقع حساس نجات بده.